نخستین نشست دادگاه استناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به روز سه‌شنبه در کابل برگزار شد. در این نشست پرونده های دو متهم بررسی می شوند. نخست پرونده فرید احمد کارمند پیشین عزیزی بانک بررسی می شود، کسی که متهم است پس از مرگ یک از مشتریان این بانک در درازای یک ماه در 3 بار 152 هزار دلار آمریکایی بیرون کشیده است. کسی که عدل به وجود میاره او باید نکته نکته را در نظر بگیره. اینه که کسی زور داشته باشه، کسی پیسه داشته باشه، به تلفن از اونمو، به شب گپ شپایی از اونمو برای ما دوسیه کلان 13 ساعت ورقه جور میشه. مشاورش یا از مسئول آیتیش اینجا روان میکردن که قناعت ما را فراهم میساخت که سیده که در دوسیه از ببینیم که سیستم خراب است یا نیست، سید محمد نام آمد است یا نامد است، عکس و کارتی که سید محمد در بانگ است با همی افراد را که محکم ادعا داره که سید محمد است آیا مطابقت داره یا نداره. هرچند احمد فرید و وکیل مدافع چند بار ادعا میکنند که میخوان نوار تصویری را که بیگناهی احمد فرید را ثابت میسازد به دادگاه نشان بدهند، اما قاضی به علت نبود پروژکتور خواست آنان را نمیپذیرد و حکم دادگاه را صادر میکند. دو اسامی فرید احمد ولد محمد هاشم را از رهگذر اختلاس 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی مجموع مجازات جرم اختلاس می باشد از ابتدای ایام نظارت و توقیفیت بالد قابل تطبیق دانسته شد. دادگاه استناف همچنان تورن جنرال عبدالحی یک سارنوال لوی سارنوالی را به جرم گرفتن 50,000 افغانی رشوت به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. اگر احیانا اینا راست میگن دروغوی حافظه نداره، ما پول گیتیم به جا بندازیم کجا ساسر انگشت بده ای پول. علیه جنرال صاحب جرأت شما مدارک جمع کنید و بندیش کنید و بگیرینش. فلسفی هست لگه جوهر موضوع از این میجه فرمایش داره شده جناب رئیس بگی احمد داره یا محمود داره برای ما ارتباط نمیگیره. هرچند وکیلان مدافع این دو تن مدارک را که میگویند بیگناهی موکلانشان را ثابت میسازند بعد دادگاه نشان دادند، اما دادگاه استناف فیصله دادگاه ابتدایه را تایید کرد و آنان محکوم به مجازات شدند.